سلام، روزتون بخیر. شگفت احمدی هستم، با آموزش دیگه از نرم افزار ایلاستریتور در خدمتتون هستیم. خب، ما توی دو جلسه راجع به رنگ ها صحبت کردیم و الان مجدد میخوایم بریم سراغ ادامه مطالب. من یه سند رو باز میکنم. زمانی که سند ها رو باز میکنیم ممکنه ارور های مختلفی داشته باشین. حتما ارور ها رو بخونین و ببینین برای چه چیزی ارور داده. حالا چیزی که من اینجا دارم، چون میدونم با برنامه قلم برتر کار کرده بودم، برنامه چون باز نیست فونت ها رو تشخیص نداده و ارور میسینگ فونت داده. زمانی که تایید بزنم، از این کلوز رو بزنم، اتفاقی که میفته فونت ها اصلاح میشه و اون کاری که میخوام به دست میارم. خب، من از کارم یک کپی میگیرم، اینها رو تبدیل به اوتلاین میکنم. میتونم انتخاب کنم پنجره اسلش رو میزنم تا پنجره قلم برتر حذف بشه. میتونم از قسمت های شیپینگ هم استفاده کنم، چیزهایی رو که دارم اون اتصالات حروف فارسی رو بینش حذف کنم. همیشه توی کارهاتون یا طراحیاتون متنهاتون رو نگه دارین به صورت فونت، اگر جایی لازم بود استفاده کنید. خب، میریم سراغ گرادینت توضیحی میدیم و بعد سراغ ابزار مشتول و آیدراپر میریم. گرادینت کاری که انجام میده، گفتم میاد شیب رنگ رو به کارمون اعمال میکنه. خب، حالا به هر طریقی این کار ممکنه انجام بشه. ما یه پالت داریم که میتونیم اون حالت رنگمون یا هر چیزی رو انتخاب کنیم، بهش اعمال کنیم، یا بیایم با استفاده از شیب رنگمون این کار رو انجام بدیم. ابزار طبعا کارکرد خاصی نداره به جز اینکه جهت رو میتونم مشخص کنم. بیشتر از پنل استفاده میکنیم. میتونیم حالت رو مشخص کنم، به صورت دایره‌ای باشه یا به صورت خطی. میتونم روی حالت‌های رنگ‌های مختلفش کلیک کنم، اون رنگ‌های مختلفی که آماده داره رو استفاده کنم. بذارین من رنگ این کار رو انجام بدم. تو این قسمت هم میتونم تنظیماتم رو بر اساس چیزی که میخوام اوکی کنم. چیزی که میخوام رو به دست بیارم، زاویه‌ام رو مشخص کنم که با ابزار رسم میتونستم این کار رو بکنم. شیب رنگ رو اگر خواستم اضافه کنم، گزینه نیو رو میزنم و به لیستم اضافه میشه. حالت دایره ای هم همینطور، این رو هم به لیستم اضافه میکنم. میتونین اسم رو بهش بدین، من فعلا اعمال نکردم. بعد روی شکل دیگه اگر خواستین میتونین هر کدوم رو که خواستین اعمال کنین. و اینکه بهتر متوجه بشین، من این مستطیل میکشم، این حالت دایره ایه و این هم حالت خطی، که حالت خطی رو خب قاعدتا با این ابزار میتونین جابجا کنین و بچرخونینش که به این صورت میتونه این حالت ها رو داشته باشه. همین، پس بیرون از منطقه نگه دارید، چرخشتون رو انجام بدین، این صورت بریم جلو. خب، اگر از گرادینتی خوشتون نیومد میتونین از لیست دلت رو بزنین و پاک کنین. چیزایی که تو صحنه هست این اتفاق براشون نمیفته. اگر از رنگ خوشتون اومد میتونین پنل سویچز رو باز کنین و اون رو بکشین به سمت سند تا اضافه بشه به سمت پالت سویچز، یا حالا به اسم امروزی پنل. خب، تنظیمات مختلفش رو دیدیم، میتونیم مثلا به این صورت انجام بدیم و داشته باشیم. اگر دوبار کلیک کنم روی اون سوئچ گرادینت، هم اتفاقی که میفته حالت پترن رو میتونم براش تعریف کنم، یعنی اینکه رنگ رو به پترن تبدیل کنم. اتفاقی که میفته ویرایش رو به من نشون میده، محدوده رو و تکرارها رو به صورت کم رنگ. میتونم یه اسم براش مشخص کنم، حالا مثلا من بنویسم اورنج فعلا، او اورنج شکفته. خب،
نوعش رو مشخص کنم، گرید به صورت شطرنجی هست، بریک بای روخ به صورت افقی یا عمودی حالت کاشیکاری رو داره و جابجاست انگار، یا آجری حالا هگز بای کالم، که خب این حالتی هم که میاد حالت تبدیل شیستلی انجام میده که خب برای شکل هایی که شیستلی هستن بهتر جواب میده، یعنی خود شکل رو داره به من نشون میده. میتونم ویدواهایی رو مشخص کنم، ابعاد رو مشخص کنم چند درصد کشیدگی داشته باشه یا حالت های مختلفی پیدا کنه، یا حالت های دیگه ای که میتونم بین کارهام مشخص کنم. پس شما خیلی راحت پترن های خیلی خاصی میتونی بسازید. حالت های اورلپ اگر پیش آمد به چه صورت باشه، چپ به راست باشه، یعنی چپ بالا باشه یا راست بالا باشه، این یکی بالایی روی کار باشه یا پایینی روی کار باشه. تعداد کپی ها رو میتونم مشخص کنم چند در چند باشه، میکنیم به همین ترتیب میتونم اضافه کنم. دایم کپیز تو میاد کمرنگتر نشون میده که من کپی ها رو ببینم بتونم کار کنم. شو تایپ ایج لبه های کار رو نشون میده و این تنظیمات رو دارم، و سویچ باند هم تکرار کار رو به من نشون میده که به چه صورت هست. اینها کمک میکنه که یک کاری رو داشته باشم. خب میتونم این رنگ لبه رو تغییر بدم. این هم تنها دلیلش به خاطر اینه که مثلا ممکنه توی کار من دیده نشه، حالت خاص دیگه ای نداره، و تایید رو میزنم و پنجره رو میبندم. گزینه دان و اعمال میشه. پس اگر الان بخوام این گزینه رو اعمال کنم یا پتر رو اعمال کنم، میتونم یک نیو بزنم، اینجا اوکی شد یا اضافه شد. حالا اگر مستطیل چیزی بکشم با اینتر توی کارم قرار میگیره. حذف کردن ها هم که به صورت میتونستم دیلت انجام بدم، اگر کپی بخوام کنم روی نیو بکشم، اگر بخوام یک فولدر ایجاد کنم فولدرم رو ایجاد کنم، میتونم از طرح‌های آماده استفاده کنم، یا ممکنه چند تا به اصطلاح کار رو بگیرم و تبدیلشون کنم به حالا گرادیانت یا پتر. کاری که میتونیم انجام بدیم، بیایم وارد گزینه مثلا آبجکت پترن میک بشیم. من این رو خب. اتفاقی که میفته، پیغامی که میده این پترن رو که داره میسازه به من پیغام میده که این پترن رو اضافه کرده به پنل سوئچز. حالا هر شما تغییری که میدین روی اون اعمال میشه. خب نگاه کنین، من خیلی راحت میتونم حالت های مختلف رو براش اعمال کنم و داشته باشم. پترن هایی که به صورت واترمارک روی کارها ایجاد میشه توی ایلاستریتور، یکی از روش ها به این صورت ساخته میشه و میتونین استفاده کنین. خب مدل های مختلف رو میتونیم داشته باشیم. این که من فاصله رو کم کردم، این که کدوم بالاتر قرار بگیره، به این صورت میتونم اینها رو مشخص کنم، اسمش رو مشخص کنم، صورت شش ضلعی باشه. هر کدوم از اینها رو میتونم، خودش یک حالت تایپوگرافی رو پیدا میکنه. انواع مختلف کارها رو شما میتونین انجام بدین با این تکرارهایی که دارین. خب بعد از اینکه کار رو تایید کردید، روی کار اعمال میشه. میتونم دان بزنم یا سیو کپی بزنم، کار قبلی رو هم داشته باشم. کاری که انجام میدم، حالا میتونم شکل خاصی رو بکشم و پترنم رو بهش اعمال کنم. به عنوان تمرین بیاین این شکل ها یا طرح های مختلف رو توی این کار اجرا کنیم و ببینیم به چه صورت میتونین یه
کار خاص برای خودتون داشته باشین. مثلا پترن میک. خب چون این خودش شامل پترنه، این اتفاق داخلش مثلا افتاده که ببخشید نمیتونه به اصطلاح اون تکرار رو انجام بده. من همون یه رنگ ساده رو فعلا داخلش میذارم، Object Pattern Make، پترن رو اضافه کرد و الان داریم میبینیم که به چه شکلی میتونم این رو بسازم. این فاصله هایی که میتونم بدم و توی کارم طبق چیزی که میخوام داشته باشم. دان و طرح من اعمال شد. خب پترنش لاکه، میتونم این مستطیل بزرگتر بکشم و نتیجه کارم رو توی اون ببینم. ببینیم به این صورت میتونم پترن های آماده ای رو برای خودم ایجاد کنم. خب تمرینات رو انجام بدیم تا بریم سراغ ویدئوی بعدی.